خب مرسی که امروز با من هستیم با یه ویدیو دیگه و یه ماشین دیگه اومدم. این دفعه یه دونه تسلا مدل 3 بیسیکه که این ماشین SUV نیست. اومدم هم آپشن‌هاش رو با هم بررسی کنیم، هم یه تست درایو هم داشته باشیم. ماشین 4 در برقیه و تک باتریه، این همینم 2 باتریش هم هستش که فقط مسافت بیشتری میره. بیرونش هیچی نداره. این ماشین 2021 که کاملا برقیه. با هم دیگه میریم تک تک آپشن‌هاش رو ببینیم. خب این ماشین هم طبق ماشین های دیگه که 2021 صندلیاش کاملا برقیه، هم صندلی راننده، هم صندلی شاگرد، هم صندلی های عقب که به این حالت هست که با این حکمه کل صندلی جلو عقب میره که بر حسب قدتونه که میخواین راننده ای کنین و اینم پشتیشه و این حکمه اگه صندلی اتفاقی بسه میخوان کلا صندلی رو در بیارن یا هر چیزی از این استفاده میکنن و 4 تا صندلی هم مموری صندلی داره که هر کی میشینه رانندگی میخواد بکنه یا بغل میشینه یا پشت میشینه به اسمش حالتاشو تنظیم میکنه بعد تایپ میکنه. حالا من روی مانیتور اونم بهتون نشون میدم. خب اگه دقت بکنید روی مانیتور عکسه که هست و یک عکس ماشینه و این عکس ماشین هم ریزش اینجا هستش. وقتی که اینو میزنید کلن سیستم کنترلر ماشین روی اینه. مثلا چی؟ مثلا چراغاش وقتی میزنید روی این، من همیشه میزنم روی حالت اتوماتیک و تمام آپشن های مثلا چراغ جلو، عقب، ترمز همش اینا روی اینه. یا مثلا لاک در مثلا قفل بچه یا اینکه اگه این کلید همراهتون نباشه از ماشین دور میشید در خودش اتوماتیکلی بستشه. پنجره ها و قفل بچه هم افته بودن. یا اینکه اصلا از ماشین مثلا دور میشید در و پنجره ها همزمان با هم دیگه هستش که من همه رو گذاشتم روی اتوماتیک و تمام آپشن ها روی این هستش. و روی عکس اگه دقت بکنه یه عکس ماشین دیگه از روش زده درایوینگ که اینو ما میزنیم. خب حالت مختلف داره، کامفورت داره، استاندارد داره، اسپورت داره. یا مثلا اگه بارون میاد اینم دقیقا همون که داشتن میگفتن اگه مثلا زمین خیس باشه، یخی باشه یا برق باشه، حالت نرمال نباشه اینو که میزنی چرخ ها کمتر لیز میخوره، نه که اصلا لیز نخوره، بسی به شدتش داره. و آپشن جذابی که داره اتوپایلت روی ماشین هست ولی قیمتش اینه که باید 10,000 تا اضافه بدی هر موقع بخوای از روی اکانت داخل وبسایت میشی و این 10,000 تا رو میدی و اینجا بعدا میای روی سافت‌ویر آپدیت میکنی که اتوپایلت میتونی بکنی که توی کانادا و آمریکا فکر کنم قانونی نیستش که استفاده بکنی چون میخوای که هنوز انقدر سنسوراش دقیق نیست که شاید اکسیدنت ایجاد بشه. و میرسیم به نویگیشن هم که مثل همه چی آدرس خونه هر جایی که میخواییم میزنید این ماشین های دیگه است که هر چند وقت یه بار هم باید آپدیت بشه این اپش که چیزایی که خود تسلا اینه مثلا کمپانی دیگه اضافه میکنه بیاد بشه. و میرسیم به سیفتی. سیفتی هم که همه چیش اتوماتیکی که بر حسب ترمزه، اگه ترمز کم باشه لنتش یا هر چی یا فرمون یا ایربگا مشکلی داشته باشه رو این برامون میزنه که اون موقع باید اقدام بکنیم. همه چی هم گذاشتم روی اتوماتیک که اگه اتفاقی واسه ترمز ایربگ افتاده به من اینجا آلارم میده. و میرسیم به سرویس.
سرویس دهی به اون صورت نداره، مثلا فقط تماس بکنن سرویس دهی که داره، اگه مثلا لامپت سوزه کارواش داره، یا مثلا اگه وسط جاده بمونی یه آپشن داره اسم توین، اینو که میزنی از روی اینترنت این دستگاه پیدات میکنه خود تسلا و یه ماشین برات میفرسته. و میرسیم به سافتویر. سافتویر بهترین برنامه‌ای که هر چند وقت یه بار این تلفن همراه آپدیت داده بکنی، شکل نقشش، آپشن‌ها، همه چی تغییر میکنه داخل اون آپدیت. چیزی هم که خیلی جالبه، داشبورد این ماشین دکمه نداره. اینجا میبینید اینو که میزنیم، من الان میزنم بعد بگی روی این راحت که باز میشه، هیچ دکمه نداره، همه شده کامپیوتره. و میرسیم به میوزیکش. خب میوزیکش هم که تمام تلفن iOS USB و بلوتوس هست میشه، زیاد چیز خاصی نداره. آپشن برف پارکونش اصلا اینجاها نیستش بین ماشین های دیگه، اینا فقط پنجره اگه میخوای بشوری یا به سمت چپ و راست واسه چراغ هست. آپشن دقیقا اینجاست، این عکس پنجره است که برف پارکون رو آن میتونی بکنی و سرعتش رو انتخاب بکنی یا بذاری روی اوتوماتیک که الان خب هوا آفتابی لازمون نمیشه. و این فلش، این فلش دست جعبه سرگرمیه و چیز مهمه ماشین. مثلا روی کامرا که میزنی، اگه مثلا موقع رانندگی جایی تصادف کردی، تمام دوربینا رکورد میکنه. اگه میخوای دوربین تو اصلا ببینی که در چه تاریخی چه روزی مثلا تصادف کردی، از این بیاین این تو کامرا رو بزنید، خب میتونید پیدا کنید. و میرسیم به آپشن انرژی که چقدر ماشین باتریش موندگاره و چه رنجی میره تو چه هوایی، یا همه اینه که راجع باتریت و مصرف برق ماشین هست و به صورت لایف هاپشون میده وقتی ماشین بشنه. و این هم میرسیم به چارجینگ. وقتی که میزنی به پلاک، خب وقتی که ماشین شروع میکنه به شارژ شدن که خب هیچ هزینه نداره وقتی به خونتون بزنید، ولی اگه به سوپر چارج بزنید یه سی بین 8.25 تا 14 دلار هم من دیدم که توی 10 دقیقه الا 20 دقیقه کل ماشین شارژ میشه. و اینترنت اینترتینمنت هم که داره، اینترنتش هم که فرق نداره، اینجا دبلیو هر چی میخوایی میزنید. اینترتینمنت بازی ها اینجاست که من معمولا بازی نکردم ولی یه بار بازی میکنم، حتما ویدیو میگیرم. و تیتر، نتفلیکس داره، یوتیوب داره و خیلی چیزهای دیگه هم میتونید بهش اضافه کنید که بعد اونا رو اضافه هم پول بدید. خب مثلا یوتیوبش هم میزنم براتون روش. الان چون موقع رانندگی دوربینام ضبط میکنه، یکم کامپیوتر رو کندش میکنه، ولی ببینیم که حالا اگه دوربینا رو نخوای ضبط کنی خیلی ساعت اینترنت بیشتر میشه. الان که اصلا من در طول روزمره چیزایی که تو یوتیوب داخل ماشین میبینم که همش هم دوربین مخفیه، همش چنگ و لک بازی آبرومون رفت. تفریش خوب و گرم کنه صندلی داره، ایر کاندیشنر و گرم کنه صندلی با صندلی عقب هم داره، فرمون گرم کنه داره، پنجره هم مثل همه. و چیزی که یادم فقط هره اینجا نگاه کنید، من اسمو نوشتم آرش، یه دوستی دارم اسمش تنازه یا بقیه دوستام
اینا هر کدوم پشت فرمون من میشینن اسمشون رو میزنن، مثلا صندلی ها نها کنید دقیقا به حالتی که فقط دوستان چون یکم قدش کوتاهه نامه دیگه اینطوری، ولی آره این مثل صندلی ها بودش. و آپشن این که دوربین ضبط میکنه دقیقا اینجاست که الان هنوز داره رکورد میکنه، مثلا میزنم روی این ببینم. خب الان شما ماشین خاموشه به بعد موقع رانندگی باشه. و اینجا هم که سیف میکنه بعدا میمیای اینجا باید از طریق کامپیوترت پاره چی که تونیم ویدیوها رو ببینیم. بلوتوث داره، اینترنت هم داره که مایش 13.99 هدی و قدرت باتریت هم که اینجا هست، هم میتونی به کیلومتر بزنی هم میتونی به ست لیمیتو بزنی، به همین چیز بزنی اسمش چیه؟ مایل بزنی، هم کیلومتر داره هم مایل داره که من خب اینجا کیلومتر استفاده میشه. بریم رانندگی هم داشته باشیم با تسلا، ببینیم رانندگیش چطوریه. با این ماشین چون برقیه صدایی نمیداد به اون صورت، خیلی ماشین نرمی هم از فرمونه، خیلی واقعا نرمه. و حالا اینجایی هم که ما داریم رانندگی میکنیم کاملا میتونید ببینید که سر پیچ ماشین چقدر نرمه. من سرعتش هم میخوام اینجا 0 تا 100 هم امتحان کنم که ببینیم در چه حده. بد نیسته، خوبه، 0 تا 100 هم خوبه. این ماشین اون ساعت چون بنزینی نیستش حالت رانندگیش همه چیز روی سنسوره در اصل زیاد حسی نمی کنید. اینجا یه لامبورگینی میبینید، این هم حالا به حتی فردا میان میگیرم فقط دیگه هستش دیگه در اصل سنم میان مثلا تسلا رو بگیریم. اگه با این طرز پارک کردن دوستان ما نزنیم به یکی به لامبو هم میرسیم. فرمونش واقعا نرمه، یعنی فرمونی نرمی نهیده بودم. و سرعتش هم میخوام اینجا براتون بسنجم چون اینجا بزنی این ماشینه بره. 1 2 3 واقعا 0 تا 100 خیلیه نسبت به ماشین برقی. البته این تازه مدل معمولیشه، یه دونه مدل وای داره، یه مدل ایکس داره و یه دونه مدل ایکس داره که دیگه اون فولی لوده تره که اون فقط نزدیک 1100 اصل بخاره. حالا ماشین برقی چطوری 1100 اصل بخار کردن خدا میدونه. امروز هم که خدا را شکر هوا خوب بود، کامل تونستم براتون بگیرم. خب رانندگی با تسلا هم که همین بود، چیز خاصی نداشتش. تمام تاپ اسپیدش زیاد نیست، 0 تا 100 هم براتون امتحان کردم. سر پیچ هم که بکنم توی ویدیو معلومه چقدر نرمی پیچه. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. من حتما کامنتاتون رو میخونم و اگر وقتم بکنم تک تک جواب میدم. مرسی. کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین و پیج ما رو فالو داشته باشین و زنگوله بالا رو هم بزنید که ویدیوهای جدید میذاریم یه وقت از دست ندید.